سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها. چرا روسیه و چین دولت طالبان را به رسمیت نمی شناسد؟ تیم کرکت زیر سن 19 سال فردا با مسافه هند می رود. و همچنان در پایان هشدار قماندان قول اردوی خالد بن ولید و دولت پاکستان رحیم توخی. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجموع خبری چنل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه با خبر شوید. مشروع خبرها: تیم کرکت زیر سن 19 سال فردا به مسافه هند میروند. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان فردا دوشنبه 5 جدی به مسافه تیم هندستان میروند. و نقل از خبرگزاری افاق: قرار است این مسابقه ساعت 10 صبح وقت افغانستان در دبی برگزار شود. این سیومین بازی تیم افغانستان در جام کرکت های آسیا است. افغانستان دیروز در دومین مسابقه خود در برابر امارات متحده عربی با تفاوت 141 دوش پیروز شد، اما در اولین بازی خود از پاکستان شکست خورد. رقابت های جام ملت های آسیا که در آن 8 تیم اشتراک دارند تا 31 دسامبر ادامه دارد. همچنان این در حالی است که احمد فتیم توخی در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: هشدار قماندان قول اردوی خالد بن ولید به پاکستان، یا حملات راکتی بالای کنر را بس کنید یا نیروهای پیاده و توپچی ما پاسخ خواهند داد. هر دو هفته بدین سو پاکستان حملات راکتی بالای کنر را دوباره آغاز کردند. هشدار قماندان قول اردوی خالد بن ولید به پاکستان، گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک رسمی دکتر فتیم توخی. همچنان این در حالی است که چرا روسیه و چین دولت طالبان را به رسمیت نمی شناسند؟ با موضع‌گیری تازه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره انتظارات مسکو از دولت طالبان نیز انتظار می رود. یکی از پیامدهای جدی این موضوع جدید تاثیرگذاری آن بر کشورهایی باشد که با طالبان در حال تعامل هستند و طالبان از آنان انتظار دارند تا دولتشان را به رسمیت بشناسند. به عنوان نمونه، چین که از متحدان استراتژیک روسیه در برابر آمریکا و ناتو به حساب می آید و هر دو کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز هستند، ممکن است تحت تاثیر انتظارات و درخواست‌های روسیه از دولت طالبان شرایط مشابه را مطرح کند. به این ترتیب بحران شناسایی رسمی دولت جدید افغانستان از سوی جامعه جهانی پیچیده تر شود. و نقل از خبرگزاری افاق: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو برای به رسمیت شناختن دولت طالبان به واقعیت ها توجه دارد و حاکمان افغانستان باید نماینده همه گروه های قومی این کشور باشند. ولادیمیر پوتین در نشست خبری سالانه خود در پاسخ این سوال که آیا روسیه دولت طالبان را به رسمیت میشناسد گفت که برای روسیه این پرسش یک سوال بیهوده نیست، باید بر واقعیت ها تکیه کنیم. او در ادامه با نگرانی درباره نفوذ گروه های افراطی از افغانستان به آسیای مرکزی و مواد مخدر گفت تا آنجا که به رسمیت شناختن طالبان مربوط می شود، در مجموع باید بر اساس واقعیت های پیش رفت و بر این واقعیت تکیه کرد. نیروهایی که رأس این کشور قرار گرفتند باید نماینده همه گروه های قومی این کشور باشند. بقیه من تنها این موضوع می تواند شرایطی را ایجاد کند که بتوان و برقراری ثبات در افغانستان امیدوار بود. ولادیمیر پوتین همچنین گفته است که درباره شناسایی دولت طالبان با کشورهای جهان تصمیم واحد خواهد گرفت. به نظر می رسد که موضوع ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا حدود زیادی پاسخ مسکو به انتظارات طالبان برای شناسایی رسمی دولت آن گروه را روشن می کند. آقای پوتین تصریح کرد که دولتی که از سوی روسیه به رسمیت شناخته خواهد شد که نماینده همه اقوام افغانستان باشد و مسکو در این باره با واقعیت ها توجه می کند.
و در عین حال از نفوذ گروه های افراطی به آسیای مرکزی و از گسترش مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مواردی که به نظر می رسد تا کنون اقدامات اطمینان بخش قابل توجه از دولت طالبان برای رسیدگی به آنها انجام شده باشد. نکته دیگر که در نشست خبری سالانه ولادیمیر پوتین برجسته شد تاکید او بر اتخاذ تصمیم یگانه از سوی همه قدرت های جهان درباره سرنوشت دولت طالبان و تحولات اخیر افغانستان بود. این نشان می دهد که روسیه به تنها در این باره نخواهد گرفت و طالبان نباید انتظار داشته باشند که ارتباطات آن گروه با قدرت های جهانی به تنهایی بتواند بحران شناسایی رسمی دولتشان را حل کند و هدفشان در این زمینه را برآورده سازد. به نظر می رسد که دولت چین نیز از الگوی مشابه پیروی می کند. سران پکن علی رغم درخواست سریع دولت طالبان برای شناسایی رسمی آن توسط چینی ها هنوز در این باره پاسخ روشنی نداده و این به معنای آن است که قصد ندارد به طور یک جانبه طالبان را به رسمیت بشناسد و هزینه های ناشی از این اقدام را در برابر جامعه بین الملل متحمل شود. با موضع گیری تازه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره انتظارات مسکو از دولت طالبان نیز انتظار می رود. یکی از پیامدهای جدی این موضوع جدید تاثیر گذاری آن بر کشورهایی باشد که با طالبان در حال تعامل هستند و طالبان از آنان انتظار دارند تا دولتشان را به رسمیت بشناسند و به عنوان نمونه چین که از متحدان استراتژیک روسیه در برابر آمریکا و ناتو به حساب می آید و هر دو کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز هستند ممکن است تحت تاثیر انتظارات و درخواست‌های روسیه از دولت طالبان شرایط مشابه را مطرح کند و به این ترتیب بحران شناسایی رسمی دولت جدید افغانستان از سوی جامعه جهانی پیچیده‌تر شود. این در حالی است که روسیه و چین اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند و اگر طالبان به رسمیت بشناسند این بدون شک معجبه ایجاد دو قطبی بزرگ در سطح بین ملل خواهد شد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. تا ویدیوی دیگر بدرود. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.